به نام خدا و با عرض سلام. امروز پنجشنبه 12 جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط چند خبر: فروش یک طفل در مقابل 50,000 افغانی در بامیان، ساخت مکتب ابتدایی از سوی مرد در دایکندی برای کودکان روستایش، کمک 10 میلیون یوروی اتحادیه اروپا برای وزارت معادن افغانستان و رئیس ستاد کل ارتش تایوان در اثر سقوط چرخبال جان باخت. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. در مرکز ولایت بامیان در روستای شنی منطقه دره فولادی خانواده زندگی می کند که از فقر و تنگدستی 7 ماه پیش آخرین فرزند نوزاد خود را که 45 روز از زندگیش می گذشت در بدل 50,000 افغانی فروخت. غلام و مرزیه پدر و مادر 5 کودک قد و نیم قد پسر و دختر هستند. غلام 45 ساله و مرزیه 27 ساله است. مرزیه با گلوی پر از بغض میگوید غذای مناسب و کافی برای پر کردن شکم فرزند نوزادش نداشته و پس از مدت کودکش به بیماری سوی تغذیه مبتلا شده است. مرزیه میگوید برای دریافت کمک به کمیسیون حقوق بشر بامیان مراجعه کرده اما نتیجه‌ای به دست نیاورده است. مرزیه در حال مجبور شده فرزند نوزادش را بفروشد که نهادهای زیاد در این ولایت در بخش‌های فقر زدایی و حمایت خانواده‌های فقیر فعالیت دارند، اما علی‌رغم حضور این نهادها میزان فقر روز به روز در این ولایت افزایش می‌یابد. مرزیه میگوید 50,000 افغانی فروش نوزادش هزینه تسویه قرض و خرید خوراک و پوشاک شده و حالا نمیدانند برای گذراندن فصل سرما چه کنند. مسئولان دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگویند کمیسیون حقوق بشر در سال جاری مانع فروش 2 کودک شده است. این کودکان به بهانه ازدواج قرار بوده به فروش برسند. بر بنیاد یافته‌های دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان، در حال حاضر بیش از 123 خانواده و دلیل فقر در مغاره‌های تاریخی بوده باش دارند. بر بنیاد گزارش‌ها 60% باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند. مرد در دایکندی برای کودکان روستایش مکتب ابتدایی ساخت. حاجی یونس 55 ساله در روستای قولیزین ولسوالی پاتوی دایکندی برزش بیش از 2 میلیون افغانی یک مکتب ساخته است. این باشنده دایکندی بر رسانه ها گفت که اطفال روستایش سالها به دلیل محرومیت و دوری را نمی توانستند به مکتب بروند، اما او تصمیم گرفت تا زمینه آموزش را برای صدها کودک در این روستا فراهم سازد. حاجی یونس گفت که این مکتب را با هزینه حدود 2.2 میلیون افغانی بر زمین شخصیش اعمار کرده است و این مکتب را از پول شخصیش ساخته و معلمین را نیز با معاش شخص استخدام کرده است. ولسوالی پاتوی دایکندی از ولسوالی‌های تازه تأسیس این ولایت است که قبلا شامل تشکیلات ولایت اورزگان بود. اتحادیه اروپا برای وزارت معادن افغانستان 10 میلیون یورو کمک کرد. منابع رسمی خبر داده‌اند که اتحادیه اروپا برای وزارت معادن و پترولیم افغانستان 10 میلیون یورو کمک کرده است. عبدالقدیر مدفع، سخنگوی وزارت معادن، به یک خبرنامه گفته است که این کمک ها در بخش های تکنیکی و ظرفیت سازی این وزارت به مصرف می رسند. و افزود وزارت معادن و پترولیم توانست تعهداتش را در بخش استانداردها مقرره و معدنکاری حرفه‌ای تا جای عملی کند و در بدل آن اتحادیه اروپا با این وزارت حدود 10 میلیون یورو کمک می کند. آقای مدفع افزود که این شرکت خصوصی افغانی در حدود 2 میلیون یورو در بخش پروسس کرومایت سرمایه گذاری کرده است.
آغاز کار ساخت یک فرودگاه هوایی در ولایت ننگرهار. قرار است که تا 8 ماه دیگر یک میدان هوایی جدید در ولایت ننگرهار ساخته شود. بررسی های نخستین نشان داده است که این میدان هوایی با هزینه 56 میلیون افغانی در این ولایت ساخته می شود. آقای فضلی مشاور ارشد رئیس جمهور در این ولایت در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که این میدان هوایی بنابر تقاضای شهروندان این ولایت ساخته می شود. آقای فضلی همچنان گفته است که بودجه این پروژه از سوی حکومت پرداخته می شود. کار ساخت و ساز میدان هوایی توسط واحد عملیاتی حکومت انجام می شود. و رئیس ستاد کل ارتش تایوان در اثر سقوط چرخبال جان باخت. رسانه های تایوان گفتند که بلندپایه‌ترین مقام نظامی این کشور در نتیجه سانحه سقوط یک چرخبال جان باخته است. بر اساس گزارش ها این چرخبال نظامی در مناطق کوهستانی اطراف پایتخت تایوان سقوط کرده است که در نتیجه آن شین یمنگ رئیس ستاد ارتش تایوان همراه با 7 تن دیگر جان باخته اند. دولت تایوان اعلام کرده است که تنها 5 تن از میان 13 سرنشین این چرخبال تایوانی نجات یافتند. بر اساس معلومات رسانه های تایوانی، این چرخبال نظامی از تایپه به سمت شمال شرق منطقه یایالان در حال پرواز بود که هنگام فرود اضطراری دچار سانحه شد. بیننده های گرامی، این بود سرویس خبری امروز که تقدیم شما شد. سپاس از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید. سایر برنامه های ما را همچنان از طریق صفحات مجازی فیسبوک و یوتیوب دنبال نمایید. تا سرویس بعدی خبر، الله یار و نگهدارتان.